دوست قدر شناسند عهد صحبت را که مدتی ببریدند و باز پیوستند. به 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 عجب حرفی میزنه سعدی. ببین سعدی ضمن این که مسائل عرفانی رو به درستی بیان میکنه، نکات اجتماعی و تجربی زیادی درش هست. عالم دوستی بهترین عوالمه، شاید هیچ عالمی بهتر از عالم دوستی نباشه. یه عاشق و معشوق در حد علاش، همیشه عالمشون عالم زیباییه. اصلا دوستی زیباییه، در دوستی همیشه زیبایی هست، بدی در دوستی نیست. اگه اونجا که بدی هست دیگه دوستی نیست. اما سعدی به یک نکته اشاره میکنه، چون سعدی ضمن این که آسمانی فکر کنه تو زمینم هست. سعدی فرقش با حافظ اینه که ضمن این که در آسمان و ملکوت سر میکنه، تو زمینم سر و کار داره. در عین عرشی فرشی آسمانی زمینه. اینجا یه تجربه رو دارن بیان میکنه که برای عرفای کامل البته این کمتر اتفاق میفته، اونا لحظه غافل از حق نیستن. اما این عشق میره تا عشق پایین، تا عشق زمینی. دو دوست وقتی قدر دوستی و محبت رو بیشتر میدونن که یه مدتی از هم جدا بشن، به عبارت دیگر درد فراق رو چشیده باشن. اگه هیچ وقت فراق اتفاق نیفته، ما عاشقی رو فرض کنیم که هیچ وقت درد فراق رو نکشیده، یا دوستی رو که نسبت به دوستش هیچ وقت رنج جدایی رو ندیده، خب اون زیباست، نه اینکه زیبا نباشه. اما اگر رنج فراق رو تحمل کرده باشه و جدایی رو برای برهه‌ای از زمان تجربه کرده باشه و دیده باشه، وقتی که این جدایی تمام میشه و دو مرتبه وصال حاصل میشه، این یک شیرینی بیشتری داره. یعنی بیشتر قدر همو میدونه. این البته در زمین اتفاق میفته، برای اهل آسمان، برای انسان ملکوتی جدایی هیچ وقت نیست. اونا که همیشه وصلند وصلند. اما اونا که زمینی هستن، گاهی هم در عشقهای زمینی مخصوصا اتفاق میفته که بین عاشق و معشوق یا دو دوست گاهی جدایی اتفاق میفته. وقتی دوباره به هم میرسن، وقت چقدر زیباتر.